صرخت خبرها. ندعو المجتمع الدولي الى اتخاذ مواقف حازمة. درخواست پادشاه عربستان از جامعه بین المللی، ملک سلمان خواستار اتخاذ موضع قاطع علیه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران شد. بخش اعترافات تلویزیونی یکی از رهبران پیشین گروه موسوم به مقاومت ملی اهواز، وزارت اطلاعات یک روز بعد در مورد دستگیری او بیانیه داد. بالا گرفتن تنش بر سر اعمال قانون جدید چین در مجلس هنگ کنگ، اتحادیه اروپا و بریتانیا هشدار دادند چین موضع غربی ها را دخالت در امور داخلی اش دانست. و دفاع نخست وزیر ارمنستان از توافق جنجالی صلح با جمهوری آذربایجان، نیکول پاشینیان میگوید برای نجات سربازان ارمنی کنترل بخشی از قره‌باغ را واگذار کرد. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. پادشاه عربستان سعودی از جامعه بین المللی خواسته در برابر برنامه هسته‌ای و موشکی ایران موضع قاطع بگیرد. ملک سلمان گفته این کشور ایران را به خاطر دخالت در امور سایر کشورها، توسعه تروریسم و دامن زدن به فرقه گرایی خطرناک می‌داند. این دومین سخنرانی عمومی ملک سلمان علیه ایران در ماه‌های گذشته است. او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم خواستار دستیابی به راه حل جامعه در مورد مسئله ایران شده بود. پیشتر با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در فرانکفورت آلمان گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا مخاطب صحبت‌های ملک سلمان جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکاست؟ آدرس صحبت‌های ملک سلمان آمریکا بود چون و آقای بایدن بود، چون میدونه که به هر حال اینو تحلیلی است که تقریبا همه انجام دادن که گویا ملک سلمان، سران رهبران سعودی معتقد هستند که رئیس جمهور آینده آمریکا بایدن خواهد بود و بایدن هم میدونن که یک سیاست تقریبا متفاوتی، نه زیاد متفاوت، ولی خب در بعضی مسائل اختلاف خواهد داشت با سیاست آقای ترامپ، از جمله مسئله یمن. آقای بایدن قبل از اینکه اصولا به قدرت برسه، هم در دوران انتخابات هم در مقاله هایی که قبلا منتشر کرد، صراحتا گفته که این اوضاع در یمن نمیتونه انجام پیدا کنه، جنگ یمن بعد خاتمه پیدا کنه. و همه هم میدونن که آقای بایدن در مورد مسائل حقوق بشر، یعنی مسئله مثل خاشقجی مثلا، موضع دیگری خواهد داشت آقای ترامپ. به همین علت این صحبت آقای پادشاه عربستان سعودی در حقیقت مخاطبش، آدرس همونطور که گفتم، آقای بایدن بود. به نظر میاد که اعتماد به نفس عربستان در انتقاد به این شکل صریح از ایران در دوره آقای ترامپ افسوده شد به این اعتماد به نفس. فکر میکنید که این روند آیا بعد از این ادامه پیدا خواهد کرد؟ کاملا، چون به هر حال عربستان کشورهای دیگر هم در منطقه در کنار خودش داره و در این حال میدونه که در بعضی از زمینه‌ها سیاست بایدن با ترامپ چندان تفاوتی نداره. پس کنید مسائل دیگری رو که ملک سلمان نام برد، از جمله مسائل موشکی، از جمله دخالت ایران با نیروهای نیابتی در کشورهای دیگه، اینها هم که ترامپ هم قبلا نام برده، اینها هم موضع بایدن هست. بنابراین ملک سلمان سعی کرده که تمام اون به اصطلاح پکیج مسئله ایران رو مطرح کنه و به این امید که بایدن هم یک سیاست به اصطلاح موافقی با عربستان سعودی داشته باشه. ولی همونطور که گفتم، در بعضی از زمینه‌ها بایدن با ترامپ اختلاف خواهد داشت، از مسائل حقوق بشر و همونطور که گفتم در مسئله یمن که صراحتا اعلام کردی که باید جنگ یمن تمام بشه. فکر میکنید که رابطه مستقیم ایران و عربستان تحت حالا ریاست جمهوری جدیدی که در آمریکا داریم در این دوره چه تغییری خواهد کرد؟ ایران مایل به کاهش تنش هست. همین اواخر که آقای محمد جواد ظریف به پاکستان رفته، ظاهرا یک بار دیگه عمران خان نخست وزیر پاکستان رو ازش دعوت کرده که میانجیگری کنه، چون قبلا یه بار عمران خان سعی کرد، موفق نشد و گفت موقعی که دو طرف نخوان من کاری نمیتونم انجام بدم. ولی ایران مثل که دوباره خواسته. این عربستان سعودیه که بیشتر نمیخواد، عربستان سعودیه که بیشتر مقاومت میکنه که به اصطلاح به ایران فشار بیشتری آورده باشه بیاره، در حالی که ایران اینجا و اونجا، من حرف میزنم مثلا در مورد مسئله یمن، حاضر هست یه مقداری سازش انجام بده.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. تلویزیون ایران اعترافاتی از حبیب اسیود رهبر گروه مقاومت ملی الاحواز پخش کرده. او مدتی پیش ناپدید شده بود تا اینکه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از بازداشت او به دست ماموران امنیتی خبر داد. پیشتر هدا هواشمی همسر آقای اسیود به بی بی سی فارسی گفته بود او از 15 اکتبر در استانبول ناپدید شده. گروه مقاومت ملی الاحواز مسئولیت حمله شهریور 97 در اهواز را به عهده گرفته بود که در آن عده‌ای مهاجم مسلح به مراسم رژه نظامی حمله کردند و بیش از 25 نفر از جمله عده غیر نظامی را کشتند. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن با ما هستن. آقای افشاری، در مورد اعترافات اجباری به ما بگید و اینکه این اعترافات در صحبت‌های آقای اسیوت چه مسائلی مطرح میشه؟ ببینید، به طور کلی اعترافات اجباری یک الگو و ابزار و روش همیشگی جمهوری اسلامی هست که در ابتدای تأسیسش با محوریت خود آیت الله خمینی اولین قربانیش در ماجرای درگیری های اهواز آلای شوبیر خاقانی شروع شد و ادامه داشته و همیشه از این استفاده کرده. در این آخرین استفاده که شده در مورد آقای چعب به ایشون، خب چون چهره چندان شناخته‌ای برای مردم نیست، از طرف دیگر به هر حال به گروهی تعلق داره که گرایش‌های حالا به زعم خودشون استقلال طلبانه و درباره تجزیه طلبانه رو دنبال می‌کنن، متهم به اقدامات تروریستی هست. خب اینها از این فکر می‌کنن وضعیت و موقعیت بهتری دارن برای جا انداختن اون حرف‌های مورد نظر خودشون. قطعا این حرفایی که فجلا چرب زده حرفای داوطلبانه نیست، حرفاست که اونو وادار کردن. من خودم تجربه شخصی داشتم، میدونم به حساب به شیوه های مختلفی متوسل میشن، از فشارهای جسمی، از اذیت آزار روحی، در ایزوله قرار دادن، در به کار بردن شگرد های اطلاعاتی، اذیت آزار و تهدید خانواده، در نهایت فرد رو بشکنن مقاومتش رو و به جای برسونن که حرفایی که تیم بازجویی میخواد رو از زبان اون جاری بشه. یعنی در اصل یک فیلم سینمایی هست که خب وقتی در مثلا مخاطب فقط اون صحنه آخر رو میبینه که فرد داره سری کلمات رو میزنه، پشت صحنه رو نمیبینه که اون پشت صحنه اول و حال یک فاز فشار داره، بعد فرد رو که راضی میکنن بارها با اون تمرین میکنن تا اون بتونه در برابر دوربین تا حدی اون چهرهش عادی به نظر برسه، و همچنین اون تیم بازجویی همون حرفا رو هم تدوین میکنن. البته اون حرفا که در نهایت از زبان فرد خارج میشه ترکیبی از مقاومت اون و اصرار تیم بازجویی هستش. ولی در حرفایی که زده شده باز ما شاهد هستیم که همون ادعاهای حکومت که عربستان سعودی پشت سر به اصطلاح فعالیت‌های تجزیه طلبانه در ایران هست یا یک سری رسانه‌ها رو کمک مالی میکنه، روی اینها خیلی برجسته شدن و باز هم نشون میده که جمهوری اسلامی کماکان اتکا داره به این ابزار و احساس میکنه که حالا باورپذیری به نظر من هدف اصلیشون نیست. باورپذیری ادعاهای مطرح شده این که یک قدرت نمایی، به خصوص که فتح الله چرب سومین نفری است که در حالا یک سال گذشته از مخالفان برانداز جمهوری اسلامی در نزدیکی مرزهای ایران بازداشت شده. دقیقا سوال منم همین بود، این که این در مورد این نحوه دستگیری که داره به یک شیوه رایج تبدیل میشه چه فکر میکنید؟ خب این به حال حالا اینکه چگونه انجام میشه یک بحثه، ولی پیامش قدرت نمایی برای حکومت هست و ناامن شدن کشورهای مثل ترکیه، امارات متحده عربی، قطر برای مخالفان جمهوری اسلامی هست که به هر حال میتونن از اونجا این سری مخالفان رو بدوزن و عمل روبایش انجام بدن که به هر حال خلاف قوانین بین المللی هست. حالا مستقل از این که بنده شناختی ندارم حالا آقای فجلا چه کار غلطی انجام داده یا نه، اون بحث دیگری است، اما چون جمهوری اسلامی یک نظام سرکوبگر است، قوه قضاییه مستقل نداره، آیین دادرسی منصفانه رعایت نمیشه، بنابراین چنین مجموعه صلاحیت رسیدگی به جرائم رو نداره. اما و ها در مورد آقای چعب هم دولت ترکیه متهم است، هم دولت قطر، به هر حال البته دلایل و مستند محکمی ارائه نشده، میگن اونها همکاری کردن و به نظر میرسه که یک سری مقادرهای اطلاعاتی و امنیتی داره انجام میشه که بین این کشورها، وگرنه برای جمهوری اسلامی راحت نیست که فردی رو از استانبول یا آنکارا بدوزه و به داخل ایران ببره. به نظر میرسه که یک سری بدبستانهای اطلاعاتی داره
انجام میشه، به خصوص با سیاست‌های اخیری که دولت اردوغان در ترکیه داشته. و هر صورت این قضیه خب می‌دونیم که با هر موازین حقوق بشری با قوانین بین‌المللی مشکل داره. یه نکته ما در نظر بگیریم که به هر حال جمهوری اسلامی متهم به ترور اعضای این گروه نزال هم بوده در گذشته. یکی از این محال افراد این گروه حالا متعلق به ائتلاف بزرگتر مقاومت ملی یا آزادسازی خوزستان یا الاهواز یا ادعاهایی دارن که البته من کاملا با این مواضع اونها مخالف هستم. اما یا احمد نیسی بود که در من فکرم دو یا سه سال گذشته به نحو مشکوکی کشته شد در شهر لاهه هلند. بنابراین مجموعه این دو برخورد رو میبینیم که هم توسط پلیس بین‌الملل برای بازگرداندن اونها به ایران، متهم شدن جمهوری اسلامی به اینکه اقداماتی رو برای قتل و ترور اونها انجام داده و حالا هم روایش اونها آوردن تو داخل و استفاده از اونها برای قدرت نمایی ارعاب جامعه و مخالف. متشکرم از شما علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن. نخست وزیر استرالیا اعلام کرده تحقیقات ویژه‌ای درباره اتهام جنایت جنگی سربازانش در افغانستان انجام می‌دهد. این اقدام بعد از تحویل تحقیقات محرمانه ارتش به دولت این کشور صورت می‌گیرد. هفته گذشته فاش شد که ارتش استرالیا 55 مورد را به عنوان جنایت جنگی احتمالی بین سال‌های 2005 و 2016 میلادی بررسی کرده و صدها نفر درباره این وقایع شهادت دادند. در سال‌های اخیر گزارش‌هایی از بدرفتاری و کشتن غیرنظامیان و زندانیان افغان به دست سربازان استرالیایی منتشر شده. نخست وزیر استرالیا گفته گزارش داخلی ارتش از وجود مشکلات جدی در نیروهای نظامی این کشور حکایت دارد. روین رهنوش خبرنگارمون در کابل با ماست. در مورد جزئیات بیشتر این ماجرا بهمون بگو روین. ناجی، نخست وزیر استرالیا هم گفته که هفته گذشته این تحقیق در دسترسش قرار گرفته. او گفته که در مورد جنایت جنگی که در افغانستان صورت گرفته رویدادها و مسائل قابل ملاحظه وجود داره که باید در موردشان تحقیقات بیشتر صورت بگیره و گفته که ماهیت این تحقیقات هم پیچیده هست. حدود یک ماه پیش بود که یکی از البته در جریان 4 سال گذشته استرالیا تحقیقات محرمانه در رابطه با جنایت جنگی سربازاش در افغانستان میکرده و حالا رسانه‌های استرالیایی شماری از ادعاها در این باره را با جزئیات فاش کردند. به همین دلیل هم ABC رادیو تلویزیون ملی استرالیا مورد یورش پلیس قرار گرفته. نخست وزیر استرالیا گفته که جزئیات گزارش های داخلی نشان میده که مشکلات جدی در میان ارتش وجود داره. حدود یک ماه پیش هم یکی از اعضای نیروهای دریایی آمریکا گفت که زمانی که در ولایت هلمند در سال 2012 در یک عملیات مشترک با نیروهای استرالیایی اشتراک کرده بودند و 7 نفر بازداشتی را می‌خواستند که با هواپیما منتقل بکنن، یکی از افراد را که جا برایش باقی نمانده سربازان استرالیایی با شلیک گلوله کشتن و او گفته که با گونه عمدی و بدون دلیل شهروندان افغانستان را این سربازان هدف قرار می‌دادند. از جمله در صحنه دیگری گفته زمانی که در یک عملیات ویژه نیروهای چرخبال‌های آمریکایی نشست می‌کردند و یک فردی دورتر نشسته و تماشا میکرده اینها را، یک سرباز استرالیایی شلیک کرده و او را کشته. و در مورد کشتن مردان و کودکان در ولایت ارزگان هم گفته شده. با همین دلایل حدود 2 هفته پیش 25 نهاد مدافع حقوق بین الملل از افغانستان، استرالیا و از جمله سازمان عفو بین الملل و خواهان در نامه خواهان نشر جزئیات این تحقیق شدند. و همونطور که گفتی در سالهای اخیر در افغانستان در رابطه با بدرفتاری سربازان استرالیایی گزارش‌های بحث برانگیز نشر شده، اما هنوز هیچ نهاد یا کشور مرتبط در این باره تحقیق جدی تا هنوز نکرده. روین رهنوش در کابل، متشکرم از تو.
در هنگ کنگ 15 نماینده مجلس استعفا کردند. آنها به اخراج 4 همکارشان تحت فشار چین معترضند و میگویند چین در پی از بین بردن دموکراسی در هنگ کنگ است. در واکنش به این اتفاقات بریتانیا سفیر چین را احضار کرده. اتحادیه اروپا هم خواهان بازگشت نمایندگان اخراج شده به پارلمان هنگ کنگ شده. از آن طرف چین اروپا را به دخالت در امور داخلیش متهم کرده. بارون عباسی گزارش می‌دهد. پارلمان محلی هنگ کنگ جای نمایندگان دموکراسی خواه خالی است. قانونگذاران حزب مخالف که دست جمعی استعفا کردند. در اعتراض به رد صلاحیت و اخراج 4 نفر از همکارانشان که خواستار تحریم‌های آمریکا علیه ناقضان حقوق بشر در هنگ کنگ شده بودند. نمایندگانی که میگویند چین در تلاش برای سرکوب دموکراسی و نقض قانون یک کشور و دو نظام سیاسی است. قانونی که بر اساس آن چین متعهد شده به حقوق دموکراتیک مردم هنگ کنگ و ساختار اقتصادی و قضایی آن احترام بگذارد. دولت مرکزی چین داره اصل تقسیم قدرت در هنگ کنگ رو که در قانون اساسی اومده نقض میکنه. تقسیم قدرت یکی از اساسی ترین حقوق مردم هنگ کنگه تا بر اساس اون بتونن بر اقدامات دولت نظارت کنن. قبل از تحویل نامه های استعفا آخرین فرصت برای نمایش اعتراض. پارچه نوشته هایی که میگویند کریلم ظالم و فاسد است و بوی تعفنش هزاران سال خواهد ماند. اشاره به رئیس اجرایی هنگ کنگ، سیاستمداری مورد حمایت چین و مصمم به اجرای قانون جدیدی که پکن تصویب کرده. قانون موسوم به الزام نمایندگان به وطن پرستی. از این به بعد همه نمایندگان پارلمان باید از قانون اساسی هنگ کنگ حمایت کنند و به جمهوری خلق چین وفادار باشند تا بتوان یک نظام سیاسی با حضور وطن پرستان ساخت. بریتانیا که 23 سال پیش حاکمیت هنگ کنگ را به چین تحویل داد، در اعتراض به حوادث اخیر سفیر پکن در لندن را احضار کرده. It is my unfortunate duty. متاسفانه این تصمیم چین نقض اعلامیه‌ای مشترک چین و بریتانیا است که از لحاظ قانونی الزام آوره. آقای رئیس، بریتانیا از ارزش‌هایش دفاع می‌کند. ما از مردم هنگ کنگ حمایت و نقض حقوق و آزادی‌های آنها را محکوم می‌کنیم. ما همراه با شرکای بین‌المللی‌مان چین را موظف به رعایت تعهدات بین‌المللی‌اش می‌دانیم. چین اما می‌گوید آنچه در هنگ کنگ می‌گذرد ارتباطی به کشورهای دیگر ندارد. انتقاد بی اساس بعضی از سیاستمداران غربی از چین نشان دهنده استانداردهای دوگانه آنهاست. ما از این افراد می‌خواهیم به قوانین بین المللی و اصول روابط بین الملل احترام بگذارند و در امور داخلی چین دخالت نکنند. اعتراض‌های گسترده سال گذشته به سرکوب آزادی در هنگ کنگ مدتی است که با تصویب قانون امنیت ملی خاموش شده. اما حتی بسیاری از این معترضان هم تصور نمی‌کردند هدف بعدی نمایندگان پارلمان باشند. از معدود جاهایی در هنگ کنگ که هنوز صدای مخالفان در آن به گوش می‌رسید. صداهایی که حالا با ابزار رد صلاحیت از پارلمان بیرون رانده می‌شوند. باران عباسی، بی بی سی. وزارت بهداشت ایران گفته با مرگ 457 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته تعداد جان باختگان این ویروس از 40,000 نفر گذشته. گفته شده در شبانه روز گذشته بیش از 11,000 مبتلای جدید هم شناسایی شدند. 27 استان ایران همچنان در وضعیت قرمز هستند. در هفته گذشته مجامع پزشکی خواستار تعطیلی 2 هفته‌ای برای جلوگیری از شیوع کرونا شدند. همزمان محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری در نامه‌ای به رئیس جمهوری با تأکید بر ضرورت تعطیلی کل ایران خواستار استخدام فوری دست کم 30,000 پرستار شده. بریتانیا با ثبت بیش از 50,000 مرگ به دلیل ابتلا به کرونا اولین کشور اروپایی شد که این میزان مرگ و میر را ثبت کرد. آمار مرگ و میر دولت فقط شامل افرادی است که طی 28 روز بعد از مثبت شدن آزمایش کرونا فوت کردند. اما روش‌های دیگر اندازه‌گیری مرگ و میر آمار بالاتری را نشان می‌دهد. بر اساس آمار رسمی 4/5 مرگ و میر ثبت شده در انگلستان و ولز به افراد بالای 75 سال مربوط بوده.
ایتالیا هم با ثبت مجموع بیش از 1,000,000 مورد ابتلا به ویروس کرونا رکورد زده. وزارت بهداشت این کشور همچنین گفته در شبانه روز گذشته 623 مورد مبتلا جان باختند. این رقم در 8 ماه گذشته بی‌سابقه بوده. و در همین زمینه در مورد آمار بالای مرگ و میر در ایتالیا، فرانچسکو بکیس گزارشگر نشریه لفورمیکه از روم با ما هستن. آقای بکیس، گویا مناطق جنوبی مثل شهر ناپل این بار به شدت مشکل دارن، آیا مردم کمتر رعایت میکنن یا مشکل اختلاف شمال و جنوب از نظر سطح خدمات درمانی هست؟ بله، عصر شما بخیر. بله، باید بگم که هر دو مشکل رو داریم. از یک طرف مردم کمتر رعایت میکنن و کمتر احترام میگذارن، ولی از طرف دیگه هم در جنوب، در شهر مثل ناپل و شهرهای بزرگ جنوبی ما، از نظر زیر ساختهای بهداشتی مشکل داریم. وقتی که یک وضعیت اورژانسی داریم، خب دولت مرکزی اومده و مناطق کشور رو به سه رنگ قرمز و زرد و نارنجی تقسیم کرده با توجه به وضعیت و وخیم بودن و وخامت وضعیت. و خب در ناپل و بعضی دیگر از شهرهای بزرگ جنوب وضعیت خیلی دراماتیک و نگران کننده هست، برای اینکه در بخش‌های به اصطلاح ICU یا مراقبت‌های ویژه در آستانه فروپاشی هستن، ظرفیتشون پر شده. دوباره در ایتالیا بیش از 600 مرگ داشتیم در یک شبانه روز، که خب 8 ماه بود که چنین وضعیت رو نداشتیم. و خب وقتی که بیش از 100 نفر در روز میان به یک واحد ICU یا مراقبت ویژه مراجعه میکنن، خب این مشکل پیش میاد. ما به عنوان مثال یک شخص 57 ساله رو داشتیم که جا نداشت و از بس که این بیمارستان ها بین هم این رو به هم دیگه پاس داده بودن، در نهایت فوت میکنه در بیمارستان، برای اینکه نمیتونستن که به اصطلاح به او تخت بدن. باز حالا توجه کنید که اعتراض ها در خیابون هم داره بیشتر و بیشتر میشه، توجه به خواستهای دولت مرکزی کمتر میشه، برای اینکه مردم اقبال کمتری و رغبت کمتری دارن برای رعایت کردن این موارد. فرانچسکو بکیس گزارشگر نشریه لفورمیکه از روم، متشکرم. نخست وزیر ارمنستان از تصمیمش برای توافق صلح با جمهوری آذربایجان دفاع کرده، توافقی که خشم بسیاری از ارمنی‌ها را برانگیخته. نیکول پاشانیان در یک سخنرانی عمومی گفت این توافق زندگی او را به خطر انداخته، ولی زندگی 25,000 سرباز ارمنی به مراتب مهمتر است. و همچنین تأکید کرد که این توافق راه حل نهایی برای بحران قره‌باغ نیست، بلکه راهکاری برای توقف درگیری است. پیشتر 10 مخالف سرشناس دولت ارمنستان به اتهام برگزاری تظاهرات علیه توافق بازداشت شدن. استیو روزنبرگ از ایروان گزارش می‌دهد. در این گورستان نظامیان در ایروان خانواده‌های داغدار بسیارند، خانواده‌هایی که به تازگی عزیزانشان را از دست دادند. ارمنی‌ها دعاهای خود را با سوزاندن عود راهی آسمان می‌کنند. شکست حس فقدان عزیزان را دردناک‌تر کرده. خانواده آلیسیان اخیراً یکی از پسرانش را در نبرد قره‌باغ از دست داد. آنها از دست روسیه عصبانی هستند که از ارمنستان در برابر آذربایجان حمایت نکرد. آرمن میگوید که ولادیمیر پوتین به همه مسیحیان خیانت کرده. همسرش هاسمیک رهبران ارمنستان را مقصر شکست ارمنستان میداند. سال هاست که ما را میفروشند. سرزمینمون و خون پسرانمون را میفروشند. اونا تقاضا پس خواهند داد. پدران و مادران کشته شده ها چشمای اونا رو از حدقه در میارن. این زن فریاد میزند برو گم شو. اینها هم میگویند خائن. آنها درباره نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان صحبت میکنند. این معترضان بر این باورند که آقای پاشینیان با دادن بخشای از قره‌باغ به آذربایجان با آنها خیانت کرده. ما اینجا جمع شدیم تا از نخست وزیر نیکول پاشینیان بخوایم استعفا بده. یه نفر به تنهایی تصمیم گرفت این زمینا رو واگذار کنه، اما این زمینا ملک شخصی اون نیست، متعلق به ملت ماست.
آقای پاشینیان که از هنگام امضای توافق مخفی شده از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کند تا استدلال کند که هیچ چاره دیگری به جز صلح نداشته، اما در اینجا عده بسیار اندکی با حرف او قانع می‌شوند. هفته‌ها پیام دولت به ملت این بود که ارمنستان شکست‌ناپذیره، اما با این توافقنامه صلح ارمنستان در جنگ مغلوب شد، به همین خاطر که مردم بهت‌زده و خشمگین شدند. در میان ارامنه همچنان داغ دارند. هزینه انسانی این جنگ بسیار زیاد بود. استباخت بسیار فراتر از توان و تحمل آنهاست. استیو روزنبرگ، بی بی سی نیوز، یروان. خبرگزاری ایران با انتشار برگردان فارسی نامه ای از طرف فیفا به فدراسیون فوتبال ایران گزارش دادند که با کلیات اساسنامه موافقت شده و مجمع عمومی فدراسیون به زودی برگزار خواهد شد. فیفا در این نامه گفته انتظار دارد طی 10 روز بعد از مجمع برنامه انتخابات فدراسیون مشخص شود. فدراسیون فوتبال ایران نزدیک 1 سال است با سرپرستی داره می شود. پوریا ژافره با ماست. پوریا، اهمیت این نامه چیه؟ ناجی، قبل از اینکه به سوالت جواب بدم باز هم تکرار میکنم که این برگردان فارسیه، یعنی که ما در 2 مورد باید اطمینان بکنیم. اول از همه به اینکه نامه‌ای که به دست رسانه ها رسیده واقعا همونی هستش که فدراسیون جهانی به فدراسیون فوتبال ایران داده، و دوم هم باید توی ترجمهش به اینها اطمینان بکنیم، به خاطر اینکه در قبل موارد زیادی پیش اومده که اینها درست ترجمه نشدند و منظور چیز دیگه‌ای بوده، اشتباه رسونده شده به اطلاع عموم. ولی اگر که فرض رو بر این بذاریم که نامه درست هست، نشون میده که فیفا واقعا مصره که هر چه زودتر این مجمع انتخاباتی برگزار بشه، به خاطر اینکه نزدیک 1 سالی که سرپرست نداشته و واقعا از این امپاسی که فدراسیون در اون قرار گرفتن خسته شدن. حالا بعضیا ممکنه بگن که انگیزه های سیاسی بوده که باعث شده که این مسئله عقب بیفته. بعضیا منتظر بودن که انتخابات ریاست جمهوری ایران سال آینده برگزار بشه، عوض بشه وزارت ورزش، افراد جدیدی که میان بتونن با اونها همکاری بکنن، شاید بتونن باشون ساخت و پاخت بکنن و در فدراسیون باقی بمونن. ولی مثل اینکه دیگه فیفا کاسه صبرش لبریز شده، میخواد که هر چه سریعتر این به نتیجه برسه و قوانین رو هم جوری تغییر دادن که افرادی با سابقه فوتبالی و افراد بیشتری بتونن وارد انتخابات بشن برای ریاست. مدت زمانش هم مشخص کردن، گفتن به فاصله 10 روز بعد از اینکه مجمع انتخابات رو برگزار میکنید باید به ما بگید که در چه روزی انتخابات ریاست و هیئت رئیسه جدید برگزار خواهد شد. متشکرم از تو پوریا ژافره. میرسیم به پایین این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.